دوستان عزیز سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. امروز میخوام در واقع بهتون یه روشی یاد بدم برای مرور زیست که نکاتی که خیلی فراموش میکنید یا خیلی از ذهن میپره دیگه ملکه ذهنتون بشه. این روشی که میگم صرفا برای زیست نیستش، میتونید برای همه درس ها استفاده کنید. تکنیک در واقع لایتنر هستش، فلش کارت سازی. ببینید آقای لایتنر این تکنیک رو بر اساس علم روانشناسی سالها پیش آورد و خیلی تکنیک مفیدی بود. این اپلیکیشن به این صورت که شما بهش اطلاعات وارد میکنید و این اطلاعات رو دائم از شما میپرسه. مثلا بار اول میپرسه بلد نیستی؟ 5 دقیقه دیگه میپرسه. 5 دقیقه دیگه بلدی؟ مثلا میذاره 1 روز دیگه میپرسه. 1 روز دیگه بلدی؟ 3 روز دیگه میپرسه. 1 روز دیگه بلد نیستی؟ باز شبش میپرسه. انقدر از شما میپرسه تا ملکه ذهنتون بشه و این کارم اتوماتیک انجام میده. یعنی نیازی که شما بخواید بری تو این اپلیکیشن و خودت اینا رو مرور کنی، کافیه بری تو اپلیکیشن تو فلش کارت بزنی ازت میپرسه. مثلا من چند تا نمونهشو میخوام بهتون نشون بدم، خودم این کار رو اینجا انجام میدم برای مثلا یه سری از درس ها. اسم این اپلیکیشن در واقع هستش انکی دروید که نسخه آیفونش هم هست. یعنی فکر نکنید که حالا چون دروید داره آخرش صرفا برای اندرویدی، نه، نسخه آیفونش هم هست، رایگانه. هم نحوه کارش رو به شما بگم. اول از همین طوری اپلیکیشن رو باز میکنی. حالا مثلا من خودم برای درس یه دنه بایولوژی اینجا داری که نزدیک 800 صفحه است، خیلی درس سنگینیه. یه دنه هیستولوژی رو مثلا برایش فلش کارت ساختم، بدنم برای مثلا ایتالیایی. برای اینکه فلش کارت بسازید روی این مثبته کلیک میکنید اینجا و اد رو میزنید. وقتی که اد رو زدید اینجا در واقع اینجا که نوشته دک، اون تاپیک هایی که میتونید براش فلش کارت بسازید. مثلا من تاپیکام چی بوده؟ الان براتون میارم، داشتم اونجا میزدم. تاپیکام بوده مثلا بیولوژی، هیستولوژی، ایتالیا. الان فلش کارتی که من اینجا میسازم میره تو یک کدوم از این تاپیکا. حالا من میخوام یه تاپیک جدید مثلا درست کنم. این مثبت رو اینجا میزنم. اسمش هم مثلا میذارم چی؟ میذارم آیمت مثلا بیولوژی. اینو میام میسازم میتونی. الان میره توی این قسمت. آقا شما یه سری قسمت ها رو یادت میره، یه سری جا رو میخوایی مرور کنی، میری فلش کارتش رو میسازی. مثلا من یه نکته هستش یادم رفتش که آقا توی به اصطلاح گلبوله سفید کدوم به اصطلاح بزرگترین بود. اینجا مثلا نیستم مونوسایت، نیستم مونوسایت، بعد توی این فرانتش مونوسایت، یعنی این جلوش که شما میبینی مونوسایت. حالا اینطوری برگردونی پشتش اون توضیحات میتونه باشه، عکس میتونه باشه، همه چی میتونه باشه. برای بکش مثلا مینویسم چی؟ مثلا مینویسم که اینم بگم یه قابلیت خوبی که این داره اینه که میتونه وایس اضافه کنه، میتونید با وایس بنویسید، تصویر اضافه کنید. اینجا میام رو این کلیک میکنم. ببینید رو این الان کلیک کردم، مثلا اینجا اد آدیو بزنم به این فلش کارت من صدا اضافه میشه. یعنی شما هر موقع مونوسایت رو ببینی روش کلیک کنی اون صدا پخش میشه. یا نه اگه بخوام بنویسیم، مثلا میخوام بنویسم، حالا من کیبوردم متن رو تبدیل میکنه به اصطلاح به صدا رو تبدیل کنه متن. بریم با هم ببینیم. The biggest white blood cell. حتما نزدم. الان نمیتونم فکر کنم چون الان صدام داره استفاده میشه. The biggest white blood cell. نه الان میکروفونم قطع نمی‌نویسه. اینجا تو این قسمت که این به اصطلاح میکروفون رو میبینی روی میکروفون کلیک کنی و صحبت کنی، اینجا براتون مینویسه. نسخه فارسی هم پشتیبانی میکنه، فارسی هم اگه بخواید حرف بزنی باز دوباره اینجا میاد براتون متنش رو مینویسه. من الان چون تو گوگل میتم اینجا میکروفونم رو بستم و چون میکروفونم رو بستم بخاطر این ننوشت. یا میتونید تصویر اضافه کنید، مثلا برای مونوسایت تصویر اضافه کنید. برای این کار الان مثلا من میرم روی همین سنجاقه که اینجا اد ایمیج رو میزنم. حالا میتونم در واقع گالری اضافه کنم تصویر رو، میتونم مثلا بکشم یا میتونم ازش عکس بگیرم همین اضافه کنم. مثلا میرم توی گالری تو قسمت مثلا دانلود این عکس به اصطلاح مونوسایت رو اضافه میکنم اینطوری به این صورت. بعد اون بالا تیک رو اینطوری میزنم. الان فلش کارت من ساخته شد. حالا من همینطوری میتونم به ساخت فلش کارت ادامه بدم. الان بهتون نشون بدم. ببینید
یه کاتگوری اینجا اضافه شد به نام آیمت بایولوژی. بریم روش فلش کارتش رو ببینیم. مثلا اومده مونوسایت. حالا برای شما نم چند نمایش اومد. اینجا نوشته که آقا مونوسایت. خب شما می‌خواید فلش کارت رو ببینی. این پایین شو انسر رو می‌زنیم. فلش کارت تو در واقع آوردش. و اینجا این عکس رو نشون داد. حالا من اینجا اون متن رو یه دفعه بنویسم. پایین متن پایین عکس هم مثلا اون بیگست مونوسایت رو می‌نویسه. اون توضیحی که اضافه کنی و میاره. وایس اضافه کنی وایس تو میاره. همه چی تو میاره. اگه برات ایزی بود این پایین میزنی ایزی. ایزی رو بزنی تا 4 روز دیگه ازت نمیپرسه. اگه خوب بود احساس کردی مثلا خوب بوده ولی تونستی جواب بدی گود میزنی 10 دقیقه دیگه میپرسه. اگه سوال سخت بود نتونستی جواب بدی هارد رو میزنی 6 دقیقه دیگه میپرسه. اگه اصلا بلد نبودی اگین میزنی باز 1 دقیقه دیگه میپرسه. این خیلی به اصطلاح روش خفنیه. باعث میشه که مطالب کامل بره تو ذهنتون و توی وقت‌های پرتیتون بتونید مرور کنید. مثلا چه می‌دونم حالا شاید خنده‌دار باشه ولی من خودم توی دستشویی مرور می‌کنم. توی دستشویی فرنگی می‌شینم مطلب مرور می‌کنم. با همین فلش کارت توی مترو توی مسیر می‌تونید مرور کنید. مثلا من فلش کارت در واقع بیولوژی خودمون رو بتونم نشون بدم. مثلا نوشته که the exit from nucleus mechanisms. مثلا مکانیزم خروج از هسته رو ما یاد گرفتیم من اینجا فلش کارتش کردم. شو انسر رو میزنم اینا عکسش برام آورد. اینطوری بوده مثلا یه سری اتفاقات اینا افتاده. اینو مثلا من بلد بودم یا بلد نبودم. اگه اینو بلد نبودم یا یادم رفت مثلا میزنم هارد. اینو بازم من میپرسه. مثلا در رابطه با کلمپ ها اینجا سوال پرسیده. اینجا مثلا من اومدم مکانیزمشو گفتم. گفتم HP opens sliding clamp by binding to clamp loader. توی توضیحشو دادم. حالا میتونم پایین عکسم اضافه کنم. اینا اگه مثلا بلد نبودم باز هارد میزنم. مثلا اینجا رابطه با اسفینگومیلین من اینجا فلش کارت ساختم. شو انسر میزنم ساختارش این بود که آقا مثلا چه میدونم زوم هم میتونیم بکنیم. اسفینگومیلین اینه ساختارش. اون بالاش فسفات داره که فسفات بس شده به یه مولکولی. بعد مثلا پایینش خود اسفینگومیلین در واقع دو تا اسید چرب میبینیم که این اسید چرب مثلا اینطوری بس شده به یه چیزی. اینطوری من هی مرور میکنم. این مثلا بلد نبودم خیلی یادم رفته بود میزنم اگین 10 دقیقه دیگه میپرسه. و انقدر این فرایند هی انجام میشه و انجام میشه و انجام میشه تا شما مطلب رو کامل یاد بگیرید. این فقط برای زیست نیست. میتونید فرمولای ریاضی، فرمولای فیزیک، فرمولای شیمی، همه چی این کارو باهاش بکنید. خیلی برای مرور کردن خوبه، به خصوص ما که خیلی با گوشی برمی‌ریم، گوشی دستمونه. اینطوری در واقع میتونید مرور کنید. این شیوه خیلی خوبیه برای مرور کل زیست. یه روشی هم که آقا بنویسیم اینطوری نوت برداری کنیم اونا رو بخونیم که یکم خسته کننده تره. من خودم اینو خیلی دوست دارم چون این نوشتنم نداره. یعنی من اینطوری وایس میگیرم، کیبورد من وایس رو تبدیل متن میکنه. این متن که دیدید الان من وایس گرفته بودم که نوشته بود. خیلی در واقع روش خوبیه برای مرور چیزی که بهتون میره. مثلا آقا گلایکولایسیس یا لمه آنزیم مرحله داشت، دونه دونه مرحله شو فلش کارت کنید. مثلا چن آنزیم هگزوکیناز چیکار میکرد؟ ببینید هگزوکیناز بعد مثلا فعالیتش چی بود؟ گلوکوز رو مثلا تبدیل میکرد من به فروکتوز فلان فلان فلان. اینطوری اینا رو بنویسید و هی مرور کنید. تصویر توش میتونید اضافه کنید. خیلی قابلیتش در واقع زیاده. خیلی روش خفنی. من با همین به اصطلاح تکنیک تونستم که 4000 تا لغت زبان یاد بگیرم. 4000 تا لغت در حد ادوانسد توی مدت تقریبا 6 ماه با روزی 20 دقیقه مرور کردم. خیلی نرم افزار معروفی و فلش کارت‌های آماده داره. مثلا شما می‌تونید فلش کارت لغت‌های زبان رو از اینترنت دانلود کنی به این اضافه کنی. مثلا بری سرچ کنی فلش کارت‌های آنکیدروید برات میاره. فقط کافیه که در واقع اینجا اضافه کنی. این روش برای مرور کردن خداست. این از این مورد. یه روش دیگه هم که برای مرور داریم اینه که شما اون جزوه‌ای که من بهتون دادم، جزوه دست‌نویس منو بخونید. یه سری قسمت‌ها رو از انیمیشن مرور کنید. مثلا ویدیو انیمیشن امانسازی بار ببینید، انیمیشن ترنسلیشن رو ببینید. این هم روش دیگه. یه روش دیگه مرور کردن با تست. یعنی مثلا می‌خوای رپلیکیشن رو مرور کنی، برو تست رپلیکیشن رو بزن. اگه یه سری قسمت‌هاشو دیدی ایراد داری یا ضعف داری، برو اون قسمت‌ها رو یه بار دیگه بخون، ویدیو رو ببین، جزوه رو بخون. یعنی در واقع از این مطلب. خسته نباشید، من چیز دیگه به ذهنم نمی‌رسه. این اپلیکیشن حتما باش کار کنید، خیلی خوشتون میاد.